قرش این موشک‌ها علاوه بر اینکه دل تهدید کنندگان و ماجراجویان را لرزاند، همچون بمب خبری رسانه‌های جهان را نیز به لرزه درآورد و ضمن غافلگیری آنها به خبر اول رسانه‌های دنیا تبدیل شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک آزمایش موفقیت آمیز پرتاب موشک انجام داده است که برد این موشک‌ها تا اسرائیل میرسد. شبکه العالم گفت این موشک‌ها از نوع شهاب 3 و برد آنها 2000 کیلومتر است. این بخشی از یک سلسله اقدامات است و ایران با آزمایش موشکی اخیر خواست با آمریکا و اسرائیل این پیام را بدهد که ایران در صورت لزوم توانایی پاسخگویی را دارد. پس از 15 روز قدرت نمایی آمریکا و اسرائیل، بالاخره ایران نشان داد قادر است اسرائیل و تنگه هرمز را به خطر اندازد. این قدرت نمایی نظامی بسیار جدی است. همان گونه که دیدید، این رسانه‌ها از همان ابتدا مخاطب اصلی این رزمایش را آمریکا به رژیم صهیونیستی معرفی کردند که خیلی بیراه هم نبود. شاید به همین علت بود که وزیر امور خارجه آمریکا سراسیمه این رزمایش موشکی را محکوم کرد و مدعی شد این رزمایش برخلاف مقررات بین المللی است. برگزاری مانورهای نظامی حق همه کشورهاست، به ویژه وقتی که این مانورها در محدوده مرزهای کشورها برگزار میشه. وقتی که نیروهای آمریکایی به خود حق میدن که با برخی کشورها در آبهای خلیج فارس مانورهای نظامی بزرگ برگزار کنند، چرا ایران حق نداشته باشه در محدوده سرزمینی خود مانور برگزار کنه؟ رسانه‌های خبری غرب در میان هیاهو و فضاسازی که در مورد این رزمایش موشکی به راه انداختند به یک نکته هم اذعان کردند و آن دست کم نگرفتن قدرت ایران است. برگزاری مانورهای نظامی حق همه کشورهاست، به ویژه وقتی که این مانورها در محدوده مرزهای کشورها برگزار می‌شود. وقتی که نیروهای آمریکایی به خود حق می‌دهند که با برخی کشورها در این آب‌های خلیج فارس مانورهای نظامی بزرگ برگزار کنند، چرا ایران حق نداشته باشد در محدوده سرزمینی خود مانور برگزار کند؟ بر اساس قانون عمل و عکس العمل، اقدامات ایران پاسخ طبیعی به سیاست چماق و حبیج غرب است و تا وقتی که این سیاست از دستور کار غرب خارج نشود، نمیتوان انتظار سکوت یک طرف در مقابل فضاسازی و تهدیدهای طرف دیگر را داشت.